هوای دوشنبه از صبح امروز دهم می بارانی است و گاه گاه صدای رعد و برق شنیده می شود. بیشتر منطقه های تاجیکستان حالا همین گونه وضع باد و هوا را دارند. کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان با نشر یک خبرنامه گفته است از دهم تا 16 می امسال وضع هوا در کشور نامساعد باقی می ماند. طبق پیشبینی کمیته حالت های فوق العاده در ناحیه های تابع جمهوری و نواحی غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان سطح آب در رودخانه ها می تواند یک بار بالا شده باعث آمدن سیل های خرابکار، لغزش ترمه، یرج و ریزش سنگ شود. مسئولین کمیته حالت های فوق العاده از شهروندان می خواهند تا این قاعده ها را رعایت کنند. اون جویبار هایی که در گیداتریس منزلی استقامتیش نکی خودی ده هاشون هست حتما باید که اون رو پاک سازن و اون شرهای دست جوانایی که کمیته هفته گذاشته اعلان کرده بود و دعوت هم نموده بود حتما باید در اون فعالان اشتراک کنند. و البته مراجعه مخصوصی ما به پدر و مادران می شود و خوش مندیم در این رسو از راه اندازی کارهای صحرایی و جاد نمودن فرزندان خود برای جمع‌آوری اون زراعت هایی که در دومانستویف و خویفسور هستند خودداری کنند. هفته گذشته تاجیکستان شاهد سیل و آبخیزی ها شد. مقامات میگویند در آفتهای طبیعی هفته گذشته یک نفر به هلاکت رسیده و چند راه و منزل ساکنان آسیب رسید. به اطلاع مقامات ساکن 53 ساله دهه زرکان ناحیه باباجان غفاروف در رعد و برق به هلاکت رسیده است. او در چراگاه مشغول چارواچرانی بوده است. همچنین بر اثر آمدن سیل در هفته گذشته یک پل در ناحیه 5 خراب شده، یک قسمت راه بین ناحیه 5 و جیهون نیز آسیب دید.